بینندگان عزیز، با قسمت دوم برنامه در خدمت شما هستیم. برای دوستانی که تازه برنامه ما را دنبال میکنن، امروز خوراک شیرین قاطق رو در نظر گرفتیم که مجدداً مواد لازمش رو از زبان خانم اسماعیلی میشنویم. بفرمایید. مرغ داریم، 6-7 تیکه مرغ داشتیم که با زردچوبه و مقداری روغن سرخشون کردیم، چون ما از فیله استفاده کردیم. بعد از این که از فیله استفاده کردیم، پیاز داغ داریم، پیاز سرخ شده طلایی، کشمش پلویی، آلو سیاه، قیسی، شکر، گردو، رب گوجه فرنگی، زعفرون دم شده. یه توضیح کوتاه در مورد آلو قیسی بدم به دوستان عزیزمون که آلو قیسی رو باید نیم ساعت خیس کنیم تا اگر احیاناً شن، ماسه، چیزی داخلش باشه کاملا تمیز شسته بشه. بعد توی روغن تفت میدیم و به مرغمون اضافه میکنیم. الان مرغمون که سرخ شده با زردچوبه و با روغن، پیاز داغ رو بهش اضافه میکنیم. اینجا به علت اینکه وقتمون کمه من از خونه آماده کردم رب گوجه فرنگی میریزیم، دو قاشق تفت میدیم. چقدر خوب که دختر خانوم هم همراهیتون میکنن در بحث آشپزی و آشپزخونه. بله، غزال در همه کارا همیشه پشتمه. بسیار عالی. انجام ازش تشکر میکنم. بعد از اینکه پیاز و رب با مرغ تفت داده شد، رب به این خاطر می‌ریزیم که کمی تفت میدیم که غذامون خوش لعاب بشه، خوش رنگ بشه. اگر تفت نخوره رنگ خیلی قشنگی به خودش نمیگیره. بعد از اینکه رب و پیاز و مرغمون حسابی تفت خورد، چون که من از فیله استفاده کردم، نیاز نمی‌بینم که آلو و قیسی رو جدا تفت بدم و روغن بریزم جدا تفت بدم و به مرغمون اضافه کنم. در اینجا آلو قیسی رو می‌ریزم. بفهمی؟ که آلو قیسی هم یه تفت بخوره. خب، بعد از اینکه آلو قیسی رو تفت دادیم چه کاری انجام میدیم؟ آب می‌ریزیم تا به جوش بیاد. وقتی جوش اومد، این الان چون فیله هست، شاید حدود نیم ساعت زمان ببره تا خورشتمون آلو قیسیمون بپزه. وقتی کاملا پخت، خورشتمون جا افتاد، کشمش رو تو مقدار خیلی کم روغن تفت میدیم، گردو رو بهش اضافه میکنیم، کمی پیاز داغ بهش اضافه میکنیم که این کشمش و گردو برای تزیین خود خورشت آلو و قیسی مونه که به عنوان تزیین کنار ظرف میچینیم. کشمش و گردو نباید بپزه یا اینکه بجوشه با مرغ. در انتهای پخت اضافه در انتهای میکنیم. پخت. وقتی آلو قیسیمون پخت، با چنگال امتحانش میکنیم. ببینیم اگر پخته شکرش رو اضافه میکنیم. شکر ابتدا اضافه نمیکنیم، چون باعث میشه آلو دیر بپزه. همین. نکته دیگه نمیمونه. نکته دیگه هم نمیمونه. خب، در قسمت انتهایی برنامه با پخت نهایی خوراک و معرفی یک سری خوراکای دیگه که خانم اسماعیلی براتون زحمت تهیهش رو کشیدم با شما هستی.